باز بذاریم. در خانم تیلر معلم آرمان پسر من هستم، بنابراین علاوه بر پیوند خود من از شما خیلی ممنونم. و آقای محمد طهرانی از دوستان و معلم خیلی خوب ما، ایشون هم از دوستان و ارزش ما هستم و خانم فرزانه دارایی زاده رو ما متاسفانه از قلم انداختیم، این سرتیفیکیت و تقدیمنامه رو بعدا خدمتشون تقدیم میکنیم، ولی اونجا تشریف دارم. من خیلی ممنونم ازتون، قربونتون برم، خیلی متشکرم. سپاسگزار از همه، شب خوبی داشته باشید. مرسی از آقای پول، من خودم خیلی سورپرایز شدم. تشکر. من خواهد همکارم فریمان جون دعوت کنم بیاید، یه شعری بود که برای عید نوشته بود، دوست داره براتون بخونه. فریمان جون سلام به همگی، امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. من یه شعری درباره نوروز نوشتم که امیدوارم که خوشتون بیاد. تو شاید نمیدونی وقتی که بهار میشه، گل و سبز وا میشه، بلبل و سار و قناری میخونن، در بسته با میشه، دل من غمگینه. تو شاید نمیدونی وقتی که مردم شهر همه شادی میکنن، با بهار شادند و آواز رهایی میخونن، اشک من لبریزه. تو شاید نمیدونی وقتی که حاجی فیروز با دنبکش، با اون دل پر از غمش، با صورت سیاه و ریش، با قلب بیریای خیش، به کوچمون صفا میده، دل من به یاد تو گریونه، ویرونه. آخه چند سال بهار واسه من زمستونه. تو شاید نمیدونی یاد اون روز بهار، یاد آخرین دیدار، دل من پیش تو بود که سفر میکردی. تو سفر کردی و من از بودن خود خسته و دلگیر شدم. تو به هم میگفتی همیشه به یادتم، تمام خبرها رو تو نامه ها برات میدم. توی اون شهر غریب تو زیادم نمیری، خاطراتمون همه جون میگیرن، جون تو ز خاطرم تو نمیری. اما من دلنگرون با دو چشم گریون، قلبمو بدرقه راهت کردم. حالا چند سال بهار تو نکردی یادم، ولی هیچ وقت نمیری از یادم. حالا هر سال تو بهار، توی نوروز روز نو، من به رویای بهارهای قدیم، به سرسبزی خاطرات سبز عید را میبویم، میشنوم. سفره هفت‌سینم را با اسم تو پر میکنم، با گل سنبل صورتی صبح یاد تو پرمه میکنم، با دعای سال نو هم دل هم زبون میشم، با شکوفه گل و سبز همه مهربون میشم، تا شاید بهار دیگر خبری از تو بیاد، در بسته وا بشه و پیغامی از یک دوست با وفا بیاد. مرسی. من میخواستم بگم که امشب یک کلاب جدیدی در سن ازستی به اسم پارس درست شده که امشب بچه های آفیسراشون اومدن و خیلی کمک کردن به برنامه پیوند، و میخوام الان هومن جان بیاد، پرزیدنت این کلاب هستش، و یه چند کلامی درباره این کلاب براتون توضیح بده. مرسی. سروران گرامی، خانم آقا آیان، میخوام اول از همه عید سعید باستانی رو به تمامی شما از طرف خودم و گروه پارس تبریک بگم و همچنین از گروه پیمان تشکر کنم که به من فرصت رو دادن که امشب در خدمت شما عزیزان باشم
و چند کلامی در راجع به اهداف تو پارک با شما صحبت کنم. حدود این قرن از آشنایی درگیری ما ایرانیان با جهان جدید میگذره. طی این قرن قرار بود که ما نسبت خود را با مدیریت روشن کنیم، اما چنین چیزی حاصل نشد و این تلاش